دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به امروز از آموزش هایی که در اختیارتون قرار گرفته استفاده کافی رو برده باشید. امروز میخوام برای اون دسته دوستانی که سایت یا وبلاگ دارن آموزشی رو بدم که بتونن از طریق این آموزش سایت خودشون رو در موتورهای جستجو ثبت کنن. خب شما خودتونم میدونید زمانی که یه وبسایت رو اندازی میکنید اگر بازدید کننده نداشته باشید فقط خودتون برای خودتون خواهید نوشت، اما اگر بازدید کننده داشته باشید مخاطبانی خواهید پیدا کرد که این مخاطبین همیشه شما رو دنبال میکنن و مطالب شما رو مطالعه و پیگیری خواهند کرد. توی آموزش امروز من میخوام به شما یاد بدم که چطور میتونید سایتتون رو به موتورهای جستجو معرفی کنید. عذرخواهی میکنم. در ابتدا ازتون دعوت میکنم حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. این گزینه سابسکرایب رو بزنید لطفاً و گزینه زنگوله بعد از اون ظاهر میشه، حتما فشار بدید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که قرار میگیره زودتر از همه قرار بگیرید. قبل از هر چیزی ازتون درخواست میکنم با توجه به اینکه من یه آموزش قبلا به شما داده بودم در مورد ایمیل های موقت، اینجا این ایمیل موقت 10 دقیقه‌ای رو لطفاً باز کنید، آموزشش رو ببینید که امروز به کارتون خواهد اومد. خب من ایمیل 10 دقیقه‌ای رو باز میکنم، یه آدرس ایمیل دریافت میکنم. بذارید من 10 دقیقه بیشتر بگیرم چون 6 دقیقهش بیشتر نمونده. خب اولین سایتی که میخوام به شما معرفی کنم یه سایت ایرانی atco.ir/submit. من آدرس این رو هم در ادامه آموزش زیر ویدیو میذارم که بعدا دوستان بتونن استفاده بکنن. توی این قسمت بعد از اینکه آدرس رو باز کردید میتونید آدرس سایتتون رو بنویسید. من آدرس یکی از سایت‌های دوستان رو وارد میکنم اینجا، مثلا سایت کارگو. چرا بعد آدم سرما بخوره و سرفه بکنه و هیچ. خب من اینجا آدرس سایت کارگو رو زدم، اینجا از من آدرس ایمیل میخواد. اگه قرار باشه آدرس ایمیل خودم رو بزنم مطمئنه یه عالمه اسپم بعدش دریافت میکنم، پس من میرم از ایمیل 10 دقیقه ای یه ایمیل برمیدارم، کپی میکنم، میام تو این سایت، تو قسمت ایمیلش پیستش میکنم. بعد از اینکه من آدرس ایمیل رو اینجا وارد کردم، این آدرس سایتی که وارد کردم رو میفرسته برای موتورهای جستجویی که اینجا لیستشو دارید میبینید. اولش هم که گوگله، همینطور ببینید اینا همشون موتور جستجو. صد خوردی دومین موتور جستجو. خب من گزینه سابمیت رو میزنم تا این کارش رو انجام بده. میریم سراغ چی شد؟ بذار یه بار دیگه اینو بازش بکنم. خب اوکی، ببینید یکی به یکی میگه به گوگل دات کام فرستاد، گوگل پی کی فرستاد، گوگل اس ای سابمیت فرستاد. بقیه موتور جستجو هم به این شکل میفرستاد. تا این کارش انجام میدیم ببینیم سایت بعدی رو باز میکنیم، فری وب سابمیشن. من این رو براتون حتما میفرستم، این رو هم پایین میتونید ببینید 40 تا موتور جستجو اینجا اد کرده. آدرس سایت مورد نظرمونی که میخوام تو موتور جستجو ثبت کنیم تو قسمت URL می‌نویسیم. آدرس ایمیل رو هم که من از ایمیل 10 دقیقه کپی کردم میام اینجا پیستش میکنم و دکمه سابمیت رو میزنم. خب به بینک هم میفرسته، به الکس هم سابمیتش میکنه. اوکی میریم سایت بعدی. اینم سایت خیلی خوبیه. اینجا آدرس سایت رو از ما میگیره، من میگم به این آدرس بفرست، آدرس ایمیل خودم هم اینجا ثبت میکنم، دکمه ارسال رو میزنم و ببینیم چه اتفاقی میفته. فرستاد، میریم به ایمیلمون ببینیم چه اتفاقی میفته. آها بله، این متأسفانه مشکل داره سایتش الان نشه، بعدن تست کنید، مجدد تست کنید. خب حالا من اینو بعدا براتون میذارم، شما با همین روال انجام بدید. میریم تو ایمیلمون ببینیم چه ایمیلی برامون اومده. فعلا هنوز ایمیل رو به ما چیزی نیومده.
بعضی از موتورهای جستجو ممکنه یه لینک برامون بفرستن، لینک کانفرم یا تایید. پس این ایمیل رو تون رو سعی کنید تا 10 دقیقه که هست، تو 10 دقیقه زنده نگهش دارید که اگر ایمیل های از سایت ها براتون رسید حتما روش کلیک کنید. ببینید چقدر راحت به 40 تا موتور جستجو الان سایتش معرفی شد. ببینید این سایت تموم شد. ما تو مدت زمان رو هم نوشته، تو این مدت زمان 55 ثانیه کم تا از 1 دقیقه سایت ها رو فرسته برای موتور جستجو ها. حالا اگر برای من از طرف موتور جستجو ایمیلی بیاد، اینجا برامون ایمیلمون ظاهر میشه. بذارید من از نمونه قبلی خودم بهتون نشون بدم. این سایت اینی که الان ارور داد توی 10 دقیقه قبلی که من داشتم تستش روش انجام میدادم، ببینید اینجا برای من اصلاح میکنم اشتباه اومدم توی ایمیل رامانی که بازش کردم به من، ببینید از اینکه من آدرس وبسایت رو براشون فرستادم تشکر کرد. ببینید پس سایتش درسته، حالا الان ارور داد به خاطر اینکه مشکل داشت، ولی شما حتما تستش بکنید. تو آموزش امروز شما یاد گرفتید که چطور میتونید سایتتون رو به موتورهای جستجو معرفی کنید. کار باعث میشه ورودی خوبی بگیرید از موتورهای جستجو. پس حتما بعد از اینکه وبسایتتون یا وبلاگتون رو آماده کردید، از طریق این وبسایتی که انتهای ویدیو براتون میذارم در توضیحات، حتما وبسایتتون رو به افراد زیادی معرفی کنید. بعد از اینکه معرفیتون رو انجام دادید، ممکنه در این کار مثلا براتون از طرف این شرکتی که درخواست ثبت آدرس سایتتون دادید، ممکنه براتون ایمیل بیاد. اینطوری ایمیل رو باز کنید، بعضش کانفرم نیاز داره. ببینید مثلا من این رو باید کانفرمش میکردم که کانفرمش کردم. ببینید این همون سایتی که ارور داد، اینه. من کانفرمش کردم و این URL رو فرستاد به موتور جستجویی که تو لیستش داره که اینجاست. حتما استفاده کنید. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید. ازتون دعوت میکنم در آموزش بعدی همراه من باشید. روش های دیگه ای بهتون یاد خواهم داد در مورد جذب بازدید کننده به وبسایت. حتما سابسکرایب فراموش نشه و لایک و کامنت هم بذارید. خوشحال میشم کامنتاتون رو ببینم و بهشون جواب میدم مطمئنا. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.